فصل پنجم. زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمهی که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما، فرو ریزد، خدا امارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می کند. ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم، تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهنه نباشیم. تا زمانی که در این خیمه به سر میبریم، در زیر بارهای سنگینی ناله و فغان میکنیم. ما نه تنها نمیخواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوشش آسمانی بر آن بیفزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین مقصود آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت مایوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم. پس مایوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خوشنود سازیم. زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کردیم، چه نیک و چه بد، جزا بیابیم. پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، سعی می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملا می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دلهایتان ما را خوب بشناسید. ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید، تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص میبالند و نه به باطن او جواب بدهید. اگر ما عقل خود را از دست داده ایم به خاطر خداست و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست. زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست. چون میدانیم اگر یک نفر به خاطر همه انسانها مرد، مسلم است که همه در مرگ او مردند. آری، او برای همه مرد تا آنانی که زنده‌اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما درباره هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی‌کنیم. اگرچه زمانی ما چنین قضاوتی درباره مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. اینها همه از طرف خدایی است که به وسیله مسیح ما را که قبلا دشمنان او بودیم به دوستان خود مبدل کرده است و ما را موظف ساخت که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آنها نیز می توانند دوستان او بشوند. به عبارت دیگر، خدا به جای اینکه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیله مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیله ما شما را می خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم با خدا مصالحه کنید. مسیح کاملا بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را بی گناه نشناخت تا ما به وسیله اتحاد با او مانند خود خدا کاملا نیک شویم.